در مراقبت های پیش از بارداری، خصوصا برای کسانی که سابقه بیماری دارن، تحت درمان دارویی هستن، تحت درمان هستن برای یک بیماری خاص، خیلی بیشتر معنا پیدا میکنه، به جهت اینکه اون فرد با انجام این مراقبت ها میتونه در شرایط طبی بهتر وارد حاملگی بشه و در نتیجه اون شرایط هم فرد رو اذیت نکنه، همین که محدودیت هایی برای رشد و نمو جنینش ایجاد نکنه و نهایتا منجر به این بشه که مادر و جنین داخل شکمش به صحیح و سلامت به ثمر برسن. جنبه های دیگه که در مراقبت های پیش از بارداری هست، بحث واکسیناسیون هستش. خب به هر حال هر خانمی که میخواد اقدام به بارداری بکنه، لازم هستش که از نظر بعضی از عفونت ها بررسی بشه، چون سرخجه یکی از عفونت هایی است که در 3 ماه اول بارداری شدیداً جنین رو دچار ناهنجاری و اختلال میکنه. بنابراین یکی از کارهایی که در مشاوره های پیش از بارداری اتفاق میفته این هست که وضعیت فرد رو از نظر ابتلاعش به بیماری سرخجه بررسی کنیم. اکثر خانوم ها خوشبختانه از این نظر ایمنی دارن و در کودکی این رو گرفتن، ولی به هر حال و گروه خیلی کمی هستن که این ایمنی رو ندارن و بنابراین باید در مراقبت های پیش از بارداری این بررسی اتفاق بیفته و نهایتا اگر که فرد ایمنی نداشت، حتما مبادرت بکنه به تزریق واکسن سرخجه. بحث دیگه کوزاز هست. خب به هر حال ایمنی در مورد بیماری کوزاز هم اهمیتش از این جهت هست که میتونه باعث بشه که کوزاز دوران نوزادی در نوزاد ایجاد نشه. به همین دلیل هم باز توصیه میکنیم که اگر که فواصل واکسیناسیون کوزاز در یک خانومی بیش از 10 سال از قبلش گذشته، حتما یادآور اون رو تزریق بکنه و در دوران بارداری هم میتونه البته واکسن رو تزریق بکنه و بهترین زمان در دوران بارداری هم بین هفته 26 تا 36 بارداری هست. بحث دیگه به غیر از بحث واکسیناسیون، استفاده از مکمل هاست. خب قطعا شما شنیدین که خیلی از خانوم ها پیش از بارداری اسید فولیک استفاده میکنن. اسید فولیک یک ویتامین بسیار ساده است که ثابت شده وقتی که اسید فولیک رو به مادر میدیم، از ابتلاع جنینش به مشکلات نخاعی مغزی پیشگیری میکنه. خب قطعاً وقتی که یه همچین تأثیر رو با یه همچین ویتامین ساده رو ما در بارداری خواهیم داشت، پس قطعاً باید به مادر توصیه بکنیم که این رو استفاده بکنیم. اگر بارداری به صورت برنامه ریزی نشده باشه، خیلی از خانوم ها متاسفانه این شانس رو از دست میدن و از اونجایی که اهمیت این اسید فولیک در 1 ماه اول و 28 روز اول بعد از لقاح هستش، پس بنابراین فرد ممکنه که اگر ذخایر فولیک اسیدش کم باشه این زمان رو از دست بده و بنابراین به صورت خیلی به اصطلاح قابل پیشگیرانه ما میتونیم این کار رو بکنیم که اسید فولیک رو به صورت کاملا دوره‌ای به فرد بدیم استفاده بکنه تا ذخایر اسید فولیکش کافی باشه و از بروز یه همچین ناهنجاری هایی در جنین مثل عدم تشکیل مغز، عدم تشکیل نخاع به طور کامل، ایجاد دیفکت یا سوراخ در قسمت هایی از لوله عصبی، وجود هیدروسفالی یا افزایش مایع در داخل مغز و بسیاری از بیماری های مغز نخایی که مربوط به تشکیل و به اصطلاح نمو به این ناحیه هست و در 28 روز اول بعد از لقاح اتفاق، بعد از لانه گزینی در واقع، در زمانی که اندام های مغز نخایی جنین داره رشد میکنه، خیلی مهم هستش که این ویتامین به مادر برسه و به جنین برسه و بتونه تکامل بهتری رو تو این قسمت داشته باشه. بحث دیگه
وجود بررسی از نظر سایر اختلالات هست. بسیاری از مادرها ممکنه که قبل از اقدام به بارداری دچار کمبودهای ویتامینی باشن، بعضی ها ممکنه که دچار اختلالات قند باشن، ممکنه که مسائلی داشته باشن، کمکاری تیروئید داشته باشن، کمخونی داشته باشن و اصلا از اینها آگاه نباشن. بنابراین توصیه که ما داریم هست که حتما باید این آزمایشات رو انجام بدن و نهایتا در صورتی که کمکاری تیروئید دارن اون رو درمان بکنن، چرا که بسیاری از اوقات کمکاری تیروئید باعث نازایی میشه و باروری خانم ها رو به تعویق میندازه. همینطور اگر که کمخونی دارن، کمخونی رو باید درمان بکنن به جهت اینکه میتونه باعث خستگی زودرس، باعث ناتوانی مادر و باعث کمبود به اصطلاح ذخایر آهن در دوران بارداری بشه. و همینطور اگر که خانومی بیماری های زمینه ای داره که اون بیماری ها به واسطه اونها داره درمان میشه، دارویی رو داره دریافت میکنه، قطعا پیش از اقدام به بارداری باید با پزشک معالجش به اصطلاح صحبت بکنه و بگه که تصمیم بارداری داره و نهایتا اون پزشک مراقبت هایی رو که ویژه یک خانم پیش از بارداری هست رو بهش ارائه بده. چه بسا که نیاز باشه که دارویی که مادر داره استفاده میکنه این دارو رو کم بکنه یا اینکه نوعش رو تغییر بده یا میزانش رو کم و زیاد بکنه و وضعیت مادر رو در وضعیت به اصطلاح بهتری قرار بده. پس بنابراین نیاز هستش که مادری که مثلا بیماری قلبی داره حتما یه چکاپ قلب انجام بده، مادری که فشار خون داره حتما نیاز هست تحت نظر دکتر خودش هم بررسی کاملی بشه از نظر وضعیت فشار خونش، هم از نظر به اصطلاح کار کرده حالا قلب یا کلیه یا بقیه قسمت ها. اگر بیماری دیابت داره قطعا دیابتش رو باید کنترل بکنه برای اینکه میزان سخت رو هم حتی کم بکنه. و اگر که بیماری مثلا مبتلا به تشنج هست، بسیار از داروهای ضد تشنج نیاز هست تغییر پیدا بکنه، کم بشه دوزشون. بنابراین در با توجه به تأثیر مثبتی که داره مراقبت های پیش از بارداری به همه خانم ها توصیه میشه و من در اینجا توصیه میکنم که حتما خانم هایی که در سنین باروری هستن حداقل یک بار در سال از این نظر یه ارزیابی بشن، چکاپ بشن، فولیک اسیدشون رو حداقل به مدت 1 تا 3 ماه در سال مصرف بکنن تا نهایتا اگر که به صورت برنامه ریزی نشده دچار بارداری شدن حداقل نگرانی از این بابت نداشته باشن. تأکید دیگه‌ای که دارم این هستش که بسیاری از دوستان داروهایی رو مصرف میکنن برای بیماری‌های پوست، برای آکنه، برای مشکلات این چنینی. قطعا باید توجه بکنن به توصیه‌های پزشکان. در بسیاری از اوقات توصیه میشه به اینها که تا 6 ماه بعد از مصرف اینها قطع اینها نباید حامله بشن. پس بنابراین باید توجه بکنن که حتما از روش‌های بسیار مطمئن در زمان مصرف اون داروها استفاده بکنن تا انشاءالله دچار مشکلات ناشی از مصرف داروها و عوارض تراتوژن یا بیماریزایی دارو بر روی جنین نشن. در مورد خانم هایی هم که از نظر وضعیت روحی روانی تحت درمان افسردگی یا سایکوز یا سایر بیماری ها هستن تاکید میکنیم که حتما مشاوره های خودشون رو تقویت کنن در این زمان، حتما سعی بکنن که در مورد مصرف داروهاشون با پزشکشون صحبت بکنن. بعضی از داروهای این گروه، گروه دی هست و شدیداً مخل. البته باز هم مفهوم این صحبت ها این نیستش که فرد اجازه داشته باشه در طی بارداری داروش رو خودسرانه قطع بکنه، چون که به هر حال برای ما در درجه اول سلامت مادر اهمیت خاصی داره و تاکید میکنیم که مادر بدون صلاح و مشورت با پزشک به هیچ عنوان نباید داروهایی رو که مصرف میکنه قطع بکنه و یا اینکه تغییر بده یا اینکه کم و زیادش بکنه. و این نکته است که باید همه دوستان بهش توجه داشته باشن. انشاءالله در ویدیوی بعدی به مواردی که
به طور خاص میتونه بر روی باروری تاثیر بذاره بیشتر اشاره میکنه.